سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با برنامه دیگه ای از چند شنبه برای حدود یک ساعت در خدمت شما. امیدوارم که این اطلاعاتی که راجع به اسم خودم و برنامه و زمانش تقدیم حضورتون کردم کافی بوده باشه از لحاظ اطلاع رسانی، چون خیلی از دوستان محرمت کرده بودن و با زبان خیلی شیرین، زبان شیرین فوش به ما اعتراض کرده بودن که یا فرموده بودن در واقع که چرا اطلاع رسانی درست نمی‌کنی؟ حالا اینکه اطلاع رسانی رو واقعا دوستان متوقع هستن ما به چه صورتی برسانیم به سمع و نظرشون که مورد تایید باشه، یه نکته مبهمیه که واقعا حلش از قدرت من خارجه، ولی خب اشکال نداره. حالا برای همین تصمیم گرفتیم که موضوع این هفته رو یک کم به سمت اطلاع رسانی و خبر رسانی سوق بدیم که ببینیم چه جوریه، ما اصلا کلا به چه نوع خبر رسانی عادت داریم که به همون سبک هم به سبک عادت شدمون حرکت کنیم. دیروز داشتم ساعت‌های خبری رو زیر رو می‌کردم، یه خبر خورد به چشمو درآورد در واقع. من در واقع از توانایی نویسنده در امر خبرنگاری انگشت به دهان مونده بودم. خبر در رابطه با زن رئیس جمهور آرژانتین بود، تیترش هم این بود. مال وبسایت بود البته، تیتر مثلا فکر نکنید خبری توی روزنامه جایی منتشر شده، ما از خبرو چاپ نمی‌کنیم. ولی توی وبسایت بود، نوشته بود جرثومه مد و فشن کریستینا کیچنر، بانوی اول آرژانتین، به خاطر لباس‌های پر زرق و برق و خارج از عرف، آرایش غلیظ و کفش‌های پاشن بلند، توجه بیش از اندازه به آخرین تحولات مد و بی‌بندوباری و بی‌توجهی به مسائل سیاسی کشور، عناوین خبری مختلف کشورش رو و اعتراض اونها رو به خودش اختصاص داده. چند تا عکس هم از این جرثومه خانم چاپ کرده بودن که خب بعد از این توضیحاتی که تو دادن و آرژانتینی بودنش که برای نزدیک کولومبیاس و آدم رو به هر حال بیشتر احساساتی میکنه، برای بنده با کله رفتم ببینم که این تیکه هلوی آرژانتینی که همه رو دیوونه کرده در واقع کیه. جاتون خالی با دیدن عکس‌ها از اینجا کف، از داخل خون و از جای دیگه من شاخ درآوردم که این بیچاره که یک صدم برای بچهای خودمون، حتی پسرها، حتی خود پسرها، دخترها رو، حتی پسرام پوشیده‌تر و ساده‌تره که یک صدم بچهای خودمون به هر حال این بیچاره جرثومگی نکرده. یک قاشق از لوازم آرایشی همین داپای خودمون، یک قاشق منظورم اینه که مثلا گذری، مثلا یه گوشه لپ یکی از برای بچه‌ها یه قاشق برداری، 6 ماه لوازم آرایش این خانم بود. من نمیدونم کیا این خبرها رو می‌نویسن، کی ویرایشش می‌کنه، کی اینا رو در واقع میشه گفت. من یعنی به این نتیجه رسیدم، نتیجه نهایی که گرفتم این بود که یک نفر، من مطمئنم اینا رو حبس کرده یه جایی، خب برای همین اینا اینقدر به روز و روشن فکرن. من مطمئنم، یعنی بعد اطلاع بدم که به خانواده آقای مخملوف، آقای مخملوف محبت کنید، میتونید تشریف بیارید فیلم سیب دو رو از روی این دوستان بسازید. سیبو دیده بودین که داستانش چه جوری بوده؟ اینا همین بچه‌ها هستن الان، شما آماده هستین و اگرم شرایط مهیا تشریف بیارین قسمت دوم فیلم سیب رو به هر حال موقعشه که بسازید. سیب دو، این فیسبوک و توییتر و اینستاگرام در خدمت شما، هشتگ ها هم استفاده بفرمایید، من هم در خدمت شما هستم، قربان شما. بریم ببینیم چه خبره. حالا یه موضوع دیگه جدا از اون قضیه. چند وقت پیش یکی از این ورزشکارای خودمون برای یه مسابقه تشریف برده بودن به یکی از کشورهای خارجی. آره چند وقت پیش میگم، منظورم هفته پیش و دو هفته پیش نیست، چند سباهی پیش، یعنی مثلا یه خورده عقب‌تر. حالا تنیسور بود، کشتی بود، رشته ورزشش رو یادم نیست، تشریف برده بودن یه کشور خارجی. یه دفعه نمیدونم چی شد که توی سایت ها و خبرگزاری های مختلف تیتر زدن که دزد پول مردم خور با پول ملت رفته توی مجلل ترین هتل دنیا رحل اقامت گزیده. ببین اصلا خبررسانی و اطلاع رسانی کار ساده ای هم نیست، ولی ما سخت‌ترش میکنیم، ما خودمون با دست خودمون این کار رو سخت‌تر هم میکنیم، بس که سعی میکنیم اعصاب قورت داده و غیر طبیعی این کار رو انجام بدیم. یه او جا به جا بشه همه چی به باد فنا رفته. گفتگوی من با رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت هست، آقای گویا. آقای گویا، موضوع حالا خارج نشیم از بحث اصلی. آره که پول مردم خوره عوضی رفته بهترین هتل واسه خودت دارید خوش میگذرونی یا حال میکنی، این رو باید به جرم جنایتکار جنگی گرفت و نمیدونم به سزای اعمالش رسون. منم که داشتم خبر رو میخوندم گفتم واکه عجب بابا آدمیه این، دیگه کیه دیگه؟
رفتی واقعا مسابقه ورزشی یا دنبال کارهای دیگه؟ آخه روحیه ورزشکاریت کجا؟ همینجا که داشتم با خشم و خشونت بقیه مطلب رو میخوندم، چشمم خورد به ادامه خبر که این ورزشکار نما که به منظور شرکت در یکی از مسابقات غیر فرهنگی غرب که زنان هم به عنوان تماشاچی در محل برگزاری مسابقه حضور دارند و باعث به فساد و ابتذال کشیده شدن ورزشکاران میشن، در طول مدت مسابقات در هتل مجلل ایبیس اقامت کرده بود. هتل ایبیس. در ادامه این خبر آمده بود که اتاق‌های این هتل مجلل همگی دارای دستشویی و حمام مجزا، یخچال با کلیه مواد خوراکی، تلویزیون، کولر و تخت‌های دو نفره میباشد و نیمی از پنجره‌های آن به منظره شهر باز می‌شود. والا تا اونجایی که بنده اطلاع دارم، هتل‌های ایبیس هتل‌های زنجیره‌ای ارزان قیمت دانشجویی بودن که معمولاً برای اینکه بتونین سفرهای کوتاه دانشجویی و خیلی ارزان داشته باشین این هتل‌ها رو انتخاب می‌کنن همه جای دنیا. هتل مجلل ندیدن اینا دیگه، کولر و یخچال و مسترها که دیگه تو مسافرخونه عدالت هم هست دیگه. هتل مجلل، من قسم می‌خورم که نویسنده این خبرها تقصیر خودشون نیستا، نه اینکه بخوان خبر دروغ یا غلطی رو به دست مخاطب برسونن. اینا چون پاشون رو از کاروانسرای میرزا حسن خان تو حوالی سرخ‌قلعه این برتر نذاشتن، خب در واقع به یه ورزشکار بیچاره گیر میدن و اینجوری به باد فنا میدنش که رفته توی هتل مجلل که دستشویی داره و تخت. حالا یکی داستان این هتل‌ها رو ندونه به خون این بیچاره تشنه میشه، حقم داره دیگه. مثلا همون ماجرای تهیه کننده هوملند یا سرزمین مادری و مصاحبهش با مجله چی بود اسم مجله؟ چغندر خانواده مثلا، حالا نمیدونم اسمش چی بود. مجله با هر کی مشکل داشت به دروغ از زبون هوارد گوردون نوشته بود، کلی هم به اصغر فرهادی گیر داده بود، نمیدونم مشکلشون چی بود با اون. به هر حال کلی بهش گیر داده بودن و مسائل مختلف رو بهش بسته بودن و زیر سوال برده بودنش. فکرم کرده بودن که خب خیلی زرنگن دیگه، هوارد گوردون که اونور دنیا از کجا میفهمه کی چی گفته، کجا گفته، از زبون کی گفته، ما هم چاپش میکنیم بره. غافل از اینکه اصغرخان فرهادی که دیگه کارگردان معمولی که نیست، اسکار برده، زنگ زده بود، خودش تتوشو در آورده بود، آبروی این مجله چغندر خانواده رو تو کل مطبوعات برده بود به خاطر این اطلاع رسانی دروغ. البته این نکته رو هم خدمتتون عرض می‌کنم که هر جای دیگه دنیا بود یا مجله رو می‌بستن یا خودشون از خجالت دیگه فردا چاپش نمی‌کردن، ولی خب ماشاءالله ما چون از لحاظ پررویی هم کته همه رو از پشت بسیم، همچنان ادامه دادن به فعالیتشون و هیچ مشکلی هم به وجود نیومده. البته من این مطلب رو قبلا توی برنامه خودم، برنامه دروغ فکر می‌کنم، گفته بودم، ولی خب چون به هر حال اطلاع رسانی و دروغ‌گویی جزء لاینفک همدیگه هستن، گفتم بهش اشاره کنم. البته خبررسانی و اطلاع رسانی فقط مربوط به روزنامه و مجله و رادیو و تلویزیون اینجور چیزا نیست. آقا همین فیسبوک خودمون محل ثبت شدن انواع و اقسام اخبار چرند و دروغه که افراد ساده رو تحت تاثیر قرار میده و اونا هم باور میکنن. یادتونه تو برنامه یه بخش داشتیم اسمش چرندیات بود؟ البته خیلی وقته بهش نپرداختیم، ولی در واقع دلیلش این نیست که دیگه کمتر چرند بارمون میکنن ها این بر اون وقت. نه بیشتر هم شده. وقت برنامه ما اجازه نمیده که بیشتر چرند بگیم. چیز ببخشید، ما که چرند نمیگیم، که از چرندیات پرده برداریم. ما الان تصمیم داریم چیکار کنیم؟ از چرندیات پرده برداریم. برای همین میریم سراغ ستاد مبارزه با چرندیات، که ستاد بسیار خوبیه برای مبارزه با چرندیات، که خدا خیرشون بده و یکی دو تا از این چرندای دپش و ناب رو براتون رو میکنیم. حالا من مطلب رو به عینه از روی متن نوشته شده یه ستاد مبارزه با چرندیات میخونم که حق مطلب قشنگ همچین اساسی ادا بشه. مدتیه که در فضای مجازی با شایعه مضحکی روبرو میشیم. متن شایعه از این قرار است: به گزارش خبرنگار تلنا، به نقل از مجله تاپ تکنولوژی،
چندی پیش بیل گیتس مؤسس شرکت مایکروسافت در سخنرانی خودش در کالج کنکوردیا به این نکته اعتراف کرد که در ساخت ویندوز از محمد ابن موسی خوارزمی ریاضیدان برجسته ایرانی الهام گرفته. وی در این سخنرانی اشاره کرد که زمانی که سال اول دانشگاه بوده، سال اول دانشگاه قبل از اینکه دختربازی رو شروع بکنه، کتاب پنجره ارقام خوارزمی رو خونده و با مطالعه نوشته های او در باب منطق فازی و جبر دوگانه ایده ساخت ویندوز در ذهن شکل گرفته و به همین دلیل از دانشگاه که بیرون زده تا ایده خودش رو عملی کنه اولین کاری که کرده همین این بوده. بعدها نام ویندوز رو با الهام گرفتن از نام کتاب پنجره ارقام برای سیستم عامل خودش انتخاب کرده. اون حتی به این نکته اشاره کرده که نام ویندوز XP رو هم از مخفف کلمه زارزمی پرستیج که همون خارزمی میشه به معنای اعتبار خارزمی گرفته. به گفته گیتس در واقع خارزمی در آن زمان ویندوز رو در ذهن خودش ساخته بوده، اما امکاناتش در اختیارش نبوده که اون رو به نمایش بذاره. یعنی واقعا شاهکار چرنده. متن شایع انقدر مضحکه که جای شک و شبهه رو برای اهل فن باقی نمیذاره. از پیج های زرد فیسبوکی انتظار البته نمیره بیشتر از این، اما چرا وبسایت تلنا درگیری کمچین اراجیفی شده، این خودش نکته حائز اهمیتیه که بعدا مثل اینکه تاسیس کرده بودن این خبر اشتباه رو. در سخنرانی جذاب بیل گیتس در کالج مورد نظر ابداً به چنین نکته اشاره نشده، یعنی بعد از تحقیقاتی که ستاد مبارزه با چرندیات انجام داده. اصلا خوارزمی کتابی به نام پنجره ارقام نداره. یعنی هم کتاب، یعنی می‌خواستن یه چیزی رو بگن، یه کتابم به اسم خوارزمی چاپ کرده بودن دیگه، گفته بودن این کتاب هم مال اون. و منطق فازی در سال 1965 توسط دکتر لطفی‌زاده اصلا پایه‌گذاری شده. عمرش هم به 50 سال هم نمی‌رسه. میرسه البته به 50 سال ولی کلا، ولی یعنی اونقدر زیاد نیست که به خوارزمی نمیرسیده. به هر حال این نکته اصلی قضیه است. طبق وبسایت مایکروسافت XP هم مخفف شده اکسپریانس، یعنی تجربه اکسپریانس، نه زارزمی پرستیج، نه این نیست دیگه. به هر حال بدون شک خوارزمی در زمان خودش در ریاضیات و جبر دروازه دیگه ای رو به دنیای علم گشوده، اما خب انتشار این اخبار فقط از ارزش اون کم میکنه و ارزش دیگه ای رو به اون اضافه نمیکنه. حالا این یکی دیگه واسه تو میگم از اون یکی شاهکارتر. آخه خدا، یک شوخی اینترنتی که معلوم نیست از کجا شروع شده، به شدت در فضای مجازی در کشور ما جولان میده، اینجوری قهر میده. جاسم قادری رو شاید نامش رو خیلی شنیده باشن که الان دیگه تقریبا میشه گفت به شهرت جهانی رسیده، حداقل از قبل فیسبوک و اینترنت. انقدر معروف شده که گوگل کردن این نام شما رو به بسیاری از پایگاه‌های خبررسانی اینترنتی میرسونه. شایعه اینجوریه: شباهت یک جوان ایرانی اهل جنوب به اوباما مسیر زندگیش را تغییر داد. نام او جاسم قادری است. جاسم قادری، این جوان آبادانی، توسط سفارت آمریکا در کویت شناسایی و به زودی به آمریکا می رود تا در یک برنامه تلویزیونی شرکت کند. گفته می شود که اوباما خواستار دیدار با بدل خود شده و این جوان ایرانی به زودی با اوباما دیدار می کند. اینم عکسش. آخه قربونت برم، این عکس متعلق به خود باراک اوباما در سنین جوانی به همراه ننش. پل پشت سرش هم نزدیک کمبریج در غرب بوستون. فکر کردی آبادان اونجا؟ اوباما تحصیلات خودش رو توی همون منطقه گذرونده در زمینه حقوق. این دلیل لباس خاصی هم که مامان جان تنشون کرده احتمالاً سردی هوا بوده. سرد. گوشش سرد بوده، اینو گذاشته رو گوشش. دیگه عکس فوق در صفحه رسمی خود اوباما منتشر شده. در ضمن نکته هم بگم، مامان بابا باراک اوباما سفید پوست بوده، یعنی چیز عجیبی نیست. چون ببینید باراک اوباما رنگ مثلا زغال که نیست، اونقدر سیاه غلیظی نیست، یه خورده خفیف‌تره، میتونه دورگه باشه و هست. مامان سفید پوست بوده، باباش هم سیاه پوست. ترس نداره که.
خیلی هم خوبه. حالا من یه نکته رو خدمتتون بگم که من در واقع میتونستم این هفته کلن برنامه رو اختصاص بدم به بخش چرندیات، ولی خب حالا همین قدم بسه. البته خبررسانی همه جای دنیا دروغ و چرند و بزرگ و کوچیک کردن خودشو داره. خبر رو میگم البته با لارجر باکس شما نگیرید. خبرهای سلبریتی ها و هنرمندهای هالیوودی و دیگه نمیدونم روابط و کارهاشون دیگه خوراک حداقل صدها مجله و روزنامه و برنامه است. اما ما خودمون یه نوع خبررسانی با نمکی داریم در این زمینه که در نوع خودش شاهکاریه. شاهکار. مثلا خارجی ها می نویسن شب گذشته توی پارکینگ رستوران فلان، مثلا فلان رستوران، مایلی سارس و حالا دوباره فلانی در حال بازی کردن یه سریال ترک، نه سریال ترکی نه چیز درس ببخشید، در حال بوسیدن مچشون گرفته شده. اینم عکسش. هم به طور کامل در جریان خبر قرار میگیرن و مطلع میشن. حالا یا بعدا اونا میان میگن نمیدونم چه میدونم، والله داشتیم صحبت میکردیم خیلی نزدیک بود نمیشنید، مجبور شدم در گوشش بگم چون گوشش گرفته بود دم لبش گفتم. میان حالا به هر حال یا تکذیب میکنن یا تایید میکنن دیگه، ولی خبر اینجوری به این وضوح مطرح میشه، چاپ میشه و منتشر میشه. حالا مال ما. شب گذشته در یک شب نشینی غیر اخلاقی، بازیگر زن معروف سینما خانم ه خ با فوتبالیست معروف آقای ر پ در مقابل دیدگان آقای ر ک و خانم گ ژ دست به یک عمل شنیع غیر اخلاقی زدن. این هم عکسش. حالا مطمئنم که کسی چیزی از این خبر دستگیرش نشده و کلن هم متوجه نشدین که این عکس چی بود، مطلب چی بود، اینا کی بودن. ولی حالا اگه بخوام مثلا تشبیهش بکنم و به شما بگم مثلا چی بوده ماجرا، مثلا تشبیه سازی، این البته زیاد خودتون اذیت نکنید، اینجوری بوده که مثلا گلشیفته فراهانی و نیکبخت واحدی با هم دیگه تو جشنواره فیلم سیگار و فندک رد و بدل کرده بودن. این عمل شنی بوده اینجوری. حالا گفتم نیکبخت، یاد یه خاطره قدیمی افتادم که این بخش رو با این خاطره قدیمی به پایان ببرم. اینکه یه برنامه داشتم تو ایران که خبرهای روزنامه‌های ورزشی رو با یه موجه خانم اجرا می‌کردیم. خانم مجری، خب برای اینم این خاطره آقای کارگران در بخش اطلاع رسانی گنجونده میشه. بله. این خانم مجری یکم غرور داشتن. هر بار من میخواستم کمکشون بکنم و بگم که خب برای اسم بازیگرای بازیکنای فوتبال یا ورزشکاری مقدار سخته دیگه. معمولا خانم‌ها نمیدونن حالا. نه اینکه تو این کنم به خانم‌ها. خانم‌ها خیلی هم مطلعن در زمینه ورزشی، ولی خب منظورم تیتر روزنامه‌ها بوده. خب می‌خواستیم کمکش کنیم. میگم خودم بلدم. خودم بهتر میدونم. هیچی دیگه توی برنامه تیتر این بود: جباری زیاد روی نیمکت نمانده. بعد خانم خوندن: جباری زیاد روی نیکبخت نمانده. یه بخش ارسالی جان اضافه کردیم به برنامه. بخش جالبیه. چرا؟ چون ارسالی جات اسمش. حالا چرا کجا انتخاب کردیم این اسم رو؟ به چه دلیلی اصلا این بخش رو اضافه کردیم؟ به این دلیل بود که یادتونه بچه بودیم، مثلا من بچه بودم البته، کارتون ساعت 5 شروع میشد، بعد اولاش یا نمیدونم آخراش نمیدونم یه جاییش بالاخره نقاشی بچه‌ها رو نشون میداد، نقاشی که فرستاده بودن رو ما میشستیم نگاه کنیم که ببینیم نقاشی ما رو نشون میده که هیچ وقت نشون نمیداد. یعنی هیچ وقت نشون نداد. موفق نشدم تا بالاخره خودم رفتم و به زور نقاشی خودم رو وقتی که 19 سالم شد توی برنامه‌ای که اصلا ربطی نداشت نشون دادم. اما حالا الان چون دوستان برای ما روی فیسبوک و توییتر و اینستاگرام عکس میفرستن و دیگه نمیدونم نقاشی، حالا نقاشی هم فرستادن نقاشیشون رو میفرستن، عکس میفرستن و حالا چیزای دیگر رو، ما تصمیم گرفتیم یه بخشی رو اختصاص بدیم اینجا و یه چند دقیقه کوتاه این آثار هنری بچه‌ها رو با هم ببینیم که گری نکنن و با هم بخندیم، ما بخندیم اونا بخندن، همه خوشحال شیم. چه چیزی بهتر از این که همه با هم خوشحال باشیم؟ و این بخش رو من تقدیم شما میکنم و روشم توضیحات لازمه رو میدم، مثل گزارش ورزشی میمونه. ببینیم با هم دیگه. این گفته جواب مسابقه رو، اینم از جواب مسابقه رو، فکر میکنم جواب مسابقه نیست، جواب سونوگرافی مغز رو داری در میاری تو سوراخ دماغت که واقعا خسته نباشی. اینم که دزدگیر جدیده میگن اونجا، البته کسی معمولا اون قسمت دزدی نمیکنه، بیشتر نمون دزدی نمیکنه، کار بدی هست دزدی نکن. اینم که گفتن بیارین تو برنامه، این قبلا یه بازیگری بوده بعد تبدیل شده به یه بازیگر دیگه‌ای که در عین ناباوری خیلی هم تغییر مناسب و خوبی هم بوده،
و موافقم که بیارمش توی برنامه. اینم دوست عزیزی گفته که این مسابقه رو توی برنامه اجرا بکن. کل مراحلم توضیح دادن، گفتن تخم مرغ رو بذار رو قوطی کبریت، قوطی کبریت رو بذار رو سینی، سینی رو بذار رو لیوان آب، تخم مرغ هم بذار روی اونا، بعد بزن زیر سینی، تخم مرغ میفته تو آب. خیلی باحال. ولی فکر می‌کنم کثیف کاری بشه دوست عزیز، اگه ما بخوایم چیکار بکنیم. اینم دوست عزیزی که گفته این پلنگرم من می‌خوام ازش محافظت کنم، برای همین کشیدمش. بعد اینم منو کشیده برای که می‌خواسته از من محافظت کنه احتمالاً که منقرض نشم. ولی خب من منقرض شدم این زمانی که من میمون بودم و الان تبدیل به آدم شدم. اینم که جوان‌ترین بیننده من، عزیز دل منه، ببینیم ویدیوشو. سلام، وقتتون بخیر. من سینا ولیولا هستم. ای جانم، چند شنبه در خدمت شما دوستان عزیزان دل، در خدمت شما به مدت یک ساعت. اینجا جالبه، پاشم گذاشته بالا. اینم که دوستان درخواست کردن ایشون اگه میشه بیارمش توی برنامه، چون خیلی طرفدار داره و خیلی عزیزه داره. ایشون شیوست، میارمش، میارم، میارم. اینم که میگن منم شبیه همفری بوگارد. من اگه شبیه همفری بوگارد بودم و دیگه همفری بوگارد چه قصه ای داشت، ولی دست درد نکن. اینم که همون تلویزیون است که برنامه منو میدوزید و کلا به اسم خودشون پخش میکرد، اینجا نشون دادن که نه تنها از برنامه بلکه از فیسبوک ما هم دوزی میکنه. خیلی خلاقن. اینم که یکی دیگه از بیننده های منه، خوبه ما گفته بودیم برنامه واسه بچه ها نیست، ولی قربونت برم ازم، بشین نگاه کن. خوبه. اینم خر عنکبوتیه که واقعا من قاصرم از گفتن هر چیزی، یا قاطرم در واقع، قاطر عنکبوتی. والا اینم که گفتن زندگی ایدئال راجبه، یعنی بنده از جراحی خودم، این که جراحی نیست، خودم کلمو کندم گذاشتم روشونم، بیشتر شعبده بازی، ولی دست درد نکن. اینم مال این هفته، اینم ارسالیجات این هفته. شما هم اگه احیانا ارسالیجاتی دارید روی همون فیسبوک، توییتر و اینستاگرام برای بنده ارسال بفرمایید. اون هشتگرم من که زبانم مو در آورد، هیچ کس هنوز متوجه نشده به چه دردی میخوره و چه جوری استفاده میشه، ولی خب حالا اگه استفاده کردین کردین، نکردینم که دیگه فدای سرتون دیگه، من دیگه کوتاه اومدم. ولی کلا محض اطلاعتون اینه که شما مطلب رو وقتی مینویسید، حتی اگه تو صفحه خودت، تو صفحه مثلا خودت اون بالا استاتس بذاری، تاش یه دونه هشتگ چند شنبه یا هشتگ سینا بیلچ رو بزنی، دیگه لازم نیست بیای تو صفحه من پستش بکنی، از همونجا مستقیم این صندوق پستی میاد توی صفحه من. تکنولوژی، تکنولوژی. اما بخش نتورک ایجاد که بخش مورد علاقه شماست و مورد علاقه من، اما یه خورده حال و هواشو عوض کردیم، چون من به هر حال اینکه وایسم دو ساعت برای شما کامنت های قشنگ قشنگتون رو بخونم، خب یه خورده از کتوکول میافتادم. بهتره که بریم به طور مفصل قشنگ از رو همون صفحه فیسبوک من براتون از اون بالا تا اون پایین مرور کنم. اینجوری قشنگ من دست من بازتره که از خجالت دوستان در بیام. اونجوری آدم برای بعد انتخاب بکنه و درگیری داره. اینجوری اصلا من میدونم چه جوریه برنامه. شما میبینید که واقعیت، اصلا واقعیت رو میشه آقا. روشن نماییه. اینجوری بهتره. ببینیم چه کردن این دوستان و زیر یه خمشو میگیریم. خب این صفحه فیسبوک بنده سینا ولی الله رو که دیگه معرفی حضورتون است، ما روی صفحه فیسبوکمون یه اول هفته یه دونه پست گذاشتیم، پرسیدیم که شما اگه قرار باشه یه خبر به یکی بدین چه جوری میدین، بر اساس موضوع برنامه دیگه. بچه‌ها اومدن تراوشات ذهنی رو به هر حال خیلی خیلی زیبا، خیلی زیبا روی صفحه فیسبوک نمایان کرده بودن و عشق رو در دیدگان بچه‌ها همینطور جاری. اولی رو براتون میخونم. پانی گفته خبر بعد، خبر خوب، خوبا رو یهوی خودم میگم، بعدا رو میذارم گردن یکی دیگه بگم. واقعا خسته نباشی پانی جان، دست درد نکنه. دانیال گفته با وقارت تمام خالصیت جهان، که اینم قشنگه. این رویا جان که اصلا کلا خاطرات دوران بچگیشو تعریف کرده، بیشتر قصه حسین کرد شبستری، فرصت نمیشه گفت. نریمان گفته خبر خوب، خبر بعد، جنس مذکر، جنس مؤنث، مجرد، متأهل، بزرگتر، کوچکتر، دوست. ول کن آقا، نمیخواد اصلا شما خبر نده، عصبی میکنه خودتو چرا انقدر دیگه. مجید گفته بستگی داره. آرمین گفته راحت آسوده، یه جوری میگه قشنگ طرف سکته کنه. بارکلا، اصلا من اینه تو من دوست دارم، اینکه انقدر قشنگ، انقدر زیبا حس انسان دوستی اصلا تو وجود ما همینجور قلقلقلقل مثل سماور میزنه دیگه. سبا گفته اگه بد باشه به بدترین شکل ممکن، بارکلا اگرم خوب باشه اول زشت کشش میکنم، بعد یهو خبر خوبه رو بهش میدم. چی خیلی پیچیده بود بیشتر. شما برو استراتژیک جنگ رو اصلا کلا کارشو انجام بده، مسائل پیچیده رو بعد. همون جوری که تو میدی سینا جان، امیر جان گفته مطمئنی امیر جان؟ نمیدونم.
ایشون گفته بودن که ایشون که یعنی یکی بود که این بالا بود گفته بود شلیک میکنم تو صورتش که اشکال نداره بکن هر کاری دلت میخواد بکن. صادق گفته با شیپور قشنگم هست. مرضی هم گفته به بدبختی. پریسا گفته خبر خوبو فوری میدم، خبر بد رو فوری نمیدم. خیلی جوابا عمیقه، این عمیق بودن جواباست که بیشتر منو تحت تاثیر قرار میده. حسن میگه اول بهش میگم چه خبر، روش خوبی حسن، یعنی برای شروع کردن خیلی خوبه. سحرم گفته که اصلا خصوصی نمیخوام به کسی خبر رو بدم، حقم داره، زندگی خودشه و میتونه هر جوری که دلش میخواد برخورد بکنه. بیشتر کامنت ها خیلی برخورد خشنی رو در واقع با کسی که قرار بهش خبر برسه انجام دادن، یعنی اکثرا یه جوری میخوان خبر رو بدن که طرف درجا سکته بکنه یا سنکوب کنه یا جنب لب بشه، یعنی خیلی قشنگ خیلی ناز. یکی دیگه گفته بود که خبر رو زرتی بهش میگم، این سوسول بازی مال خارجی که من نمیدونم منظورش چیه، ولی خب اشکال نداره حتما درست میگه. دیگه بهمن گفته که اینطوری خبر میدم، اینم که عکس اصلا خبر چیه، اینم که دوباره عکس دیگه است که بسیار زیباست. بچه ها نقاشای مختلف برنامه کودک دیگه اینجا بچه ها. بهناز گفته خبر داریم تا خبر، بستگی به خبر آدمش داره، مثل شما خبر میدم. بله از رو شوخی بهش میفهمونم دیگه. همین جوری یوهویی با کمال خونسردی، اینا مدل های مختلفی که بچه ها اشاره کردن بهش. بیشتر اسم میتونی اسم فیلم انتخاب بکنید، با کمال خونسردی، اینجوری، آنجوری و اینجوری تر. این یکی که گفته مثلا میگم سلام فلانی مرد، بسیار زیبا، بسیار زیبا. این یکی هم که گفته که این سیبو میبینی عمد مرد، خسته نباشید، واقعا من تبریک میگم بهتون. اینجا منم میتونم بگم که این گلابی رو میبینی، تسلیت میگم به خاطر اون خبر بد. البته اگر بد باشه به یه نفر دیگه میگم که بهش بگه، چون اکثرا از گردن خودشون باز کردن انداختن گردن یه بیچاره دیگه که خبر بد رو بده. خبر خوبه رو خودشون میخوام بگن که مژدگونی رو بگیرن بچه ها، نه اینکه قصد بدی داشته باشن یا اهداف شومی تو سر، ولی نه اینجوری نیست، همینجوری کلا عشق دیگه عشق. یلدا گفته من کاملو بدون مقدمه چینی میگم. کیارش گفته من همون اول میزنم داغونش میکنم. چرا آخه بیچاره یه خبر میخوای به یه نفر بدی؟ نگفتم که با دشمنتون چجوری میخواین رفتار بکنین، چرا برخوردی؟ اینم که اصلا عکس جوونی منو گذاشته و گفته که از خاطرات دوران بچگیت بگو، ربطی به موضوع نداره. اینم که هیچی گفته موندم چی بگم، اینم قشنگ بود، نقاشی ها قشنگه، کارا قشنگه، بچه ها خیلی خلاقانه، این قشنگه. مارال گفته که ساعت 12 شب خونه نشسته بودم، تلفن زنگ زد، ذره ترک شدم، بابام بود، یک کم حال احوال کردم، گفتم خیر باشه بابا، همه چی روبرای. بابام گفتش که ما داریم میریم رشت، حال بابا بزرگت خوب نیست، میریم. این انشا نوشتی مارال جان چیه؟ ها گفته حال بابا بزرگت خوب نیست، میریم ببینیمش. مامانم یکم نگرانه، تو هم میای با هم بریم؟ گفتم کی برمیگردیم؟ گفت بعد از خاک سپاری. ببخشید معذرت میخوام مارال جان، اینم مدل خبردهی در خانواده ما. مارال جان ببخشید من تسلیت میگم، یه مقدار با نمک تعریف کرده بودی ولی یه مقدار خبرش ناراحت کننده بود. اینجوری خبر میدی؟ این طرز خبر دادن آخه درسته؟ اشکال نداره. حالا دیگه دوستان اکثرا هنرنمایی کردن دیگه، بس دیگه، اینم آخریش بود که دیگه به تو یکی دیگه هم بگم. یه آخریش هم اینم گفته بود که علی آقا گفته بود که ما یهویی میگیم بیشتر حال میده. اینم از کامنت های شما و بخش نتورکیجات ما. حالا شما احیانا مد نظر دارید هفته دیگه هنرنمایی و مطالبی که تراوش میشه از ذهنتون رو روی صفحه فیسبوک بیارید، بیارید، ما منتظریم، ما منتظر دومیش هستیم، دیریدیم، هیچ جا نمیریم، همینجا نیستیم چون باید برم خونه، ولی میام هفته دیگه. مهمونه این هفته، میدونیم برای چی دارم میخندم؟ به خاطر چیزی که تو ذهنم بود میخواستم بگم راجع به این قضیه، خندم گرفت. اما مهمونه این هفته رو با اینکه استعداد زیاد داره، ما فقط به خاطر یک چیز دعوت کردیم، خوششانسیه. چون وقتی که احتمالاً از در خونش برای اولین قدم داشت میومد بیرون، هیچ وقت فکر نمیکرد که این پرنده بخت و اقبال انقدر چپ و راست رو شونه راست و چپش بشینه. مهمونه این هفته ما یکی از هنرمندای جوان کشورمون، خانم ندا سیدیه. سلام عزیزم. خوبی؟ 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 خوبی؟
ندا خانم، احوال شما؟ خوبه، مرسی. خیلی خوش آمدید. شما خوبین؟ قربونه شما. چه خبر؟ همه چی خوبه؟ همه چی عالی. فقط از قبلی که شروع کنی صحبت کنی خیلی تونتون صحبت نکن، کلمه های قول مسلمان رو استفاده نکن. حتما برنامه تو دیدم. برای همین کلمه های قولم به سلومه من رو اون وسط نوتیس کردی؟ بله. گفتم اینو حتما باید بسیار بگم. من چیز میکنم، سعی میکنم که هم کلمه های ساده انتخاب بکنم، هم اگه بتونم مثلا انگلیسیشو میگم که باشه، یا آلمانی. آلمانی بهتره. آلمانیشو میگم آختن پاختن. آفرین، عالی. تا اینجا شما متوجه شدی؟ من همینجوری ادامه میدم. منم جواب میدم. اتفاقا ما توی یک برنامه دروغ بود اعلام کردیم که این برنامه ما رو شبکه ZDF آلمان خریده و قراره که از دو سه هفته بعد قرار بود که به زبان آلمانی پخش بشه. در واقع دروغ نگفته بودیم و این برنامه‌ای که قرار به زبان آلمانی پخش بشه. سو آختن پاختن پاختن پاختن. خیلی آلمانی خوبه. آره میدونم. خیلی ممنون از فارسی. البته این بالاخره ما نفهمیدیم تکلیف این لهجه تو رو، ما متوجه نشدیم. عده‌ای از علما، چون ما کارشناس زیاد داریم مخصوصا در زمینه لهجه شناسی، عده‌ای از علما گفته بودن که این لهجه مشهدیه، عده‌ای از علما گفته بودن مال کلن آلمانه، بعضی ها گفته بودن مال دوسلدورفه، بعضی ها گفتن از افغانستان این دختر هست. به هر حال گزینه ها روی میز زیاده. بله میدونم. شما کدومش رو انتخاب میکنی؟ کدوم این لهجه کجاییه واقعا؟ من آلمان به دنیا آمدم. خب. و پدر مادرم مشهدی هستن، بعد دیگه بالاخره این دوتا زبان با هم قاطی شدش، بعد شد آلمانی مشهدی. آلمانی مشهدی دقیقا. دیگه همین جرمن شدی. جرمن شدی. آره آفرین. آره خوبه. زبان خب این لهجه جرمن شدی در واقع اولین باره، یعنی وقتی که وارد سریال شدی توجه همه رو جلب کرد یا قبلا هم این مشکل رو داشتی؟ من سال پیش در آکادمی موسیقی گوگوش بودم. خب بعد خودم اونجا چی کار میکردی؟ برای چی؟ قرار نبوده ما از این برنامه ها نداشتیم. ببخشید. تو اول بعد میومدی تو سریال ما بازی میکردی، بعد اگه خواستی میتونستی بری کارهای دیگه هم بکنی. خب چی دیگه میومدم سریال؟ راست میگی. من نمیشناختین از آکادمی گوگوش. نه دقیقا. بعد آره من خودم نمیفهمیدم مشهدی صحبت میکردم، بعد که برنامه رو نگاه میکردیم یک جایی هستش که میگم که کی مره کی نمره. یهو مامانم خندید گفت ندا تو چی داری میگی؟ گفتم خب خب کی مره کی نمره، خب اینطوری یاد گرفتم دیگه. خب بالاخره از اون به بعد دیگه گفتن این دختر مشهدی و اینا با لهجه مشهدی. ولی خب مگه اشکالی داره؟ نه من افتخار میکنم مشهدی هستم. من خودم حداقل فکر میکنم 7 8 دوست مشهدی دارم که بهترین دوستام هم هستن. خیلی باحال مشهدی ها. به خدا من خودم مثلا حالا جدا از تو مثلا کلی از هنرمندای ما مشهدی هستن. بله مثلا حالا از برای بچه‌هایی که دور و بر ماست تونی فای بندو حتما میشناسی. بله بله. بچه‌ها میدونم مشهدی هستن دیگه. دو سه تا دوستای خودمه که مثلا این آدمایی که میرن باهاشون مصاحبه میکنن توی رادیو تلویزیون گرفتم اون وسط به تمام فک فامیلاشون سلام میرسونن. اماد جان قربانت برم، من خیلی دوستت دارم، به خانواده سلام رسون. یکی از دوستام من. خب ولی اونا حتما با لهجه مشهدی صحبت نمیکنن، ولی من یکم این لهجه رو دارم. نه حالا لهجه مشهدی حالا به هر حال لهجه منطقه است دیگه. تهرانی آخه فکر میکنن خودشون لهجه ندارن، در صورتی که تهرانی ها هم لهجه دارن، هر منطقه لهجه خودشو داره. آره دیگه. خب عیبی نداره که. مشکلش چیه حالا؟ من مشکل ندارم. مشکل چیه؟ کی مشکل داره؟ کی مشکل داره ها؟ بدم من دیگه توبت کنه. شما یه چیزی بدین دست بچه، بچه اومده اینجا بهتر کنه. خب وقتی که اول بذار از یه خود عقب‌تر بریم. وقتی که از در خونه داشتی میرفتی بیرون که توی تالنت شو برای استعدادیابی در زمینه موسیقی یا آواز خوندنت شرکت بکنی، هیچ وقت فکر می‌کردی به اینجا برسی؟ من اصلا فکر نمی‌کردم هیچ وقت فارسی بخونم، چون من قبل از آکادمی من فقط انگلیسی می‌خوندم و یک گروهی داشتیم با بچه‌های مدرسه، با هم یک گروهی شده بودیم و اینا، بعد با هم همینطوری دیگه موزیک انجام می‌دادیم و فقط آهنگای انگلیسی و آلمانی. بعد اومدم آکادمی تازه علاقه به فارسی خوندن پیدا کردم. بعد اون وقت با خودت تویی که
انگلیسی و آلمانی میخوندی نگفتی من چرا دارم میرم توی تالنت شو فارسی شرکت کنم؟ مثلا نگفتی برای تو معلوم دارم برای چی دارم میرم اونجا؟ ببین سینا، من دختر خالم سرماست به هم گفتش نه تو باید بری آکادمی. سلام برسون به دختر سرماس جون. سلام میرسونم بهت. رفت بودم گفتش برو آکادمی گوگوش. گفتم سرماس جون آخه من چرا برم آکادمی؟ من فارسی که نمیخونم، من اصلا فارسی با لهجه صحبت میکنم، برم آکادمی؟ خب. گفتش نه برو. گفتم خیلی خوب، یک گل سنگم هم خوندیم و اینا، فرستادیم برای من و تو اینا. بعد دیگه هیچی دیگه رفتیم اونجا. بعد اونجا تازه علاقه پیدا کردم به فارسی خونم و خیلی خیلی دوست دارم حالا و دوست دارم همین کارم ادامه بدم. یعنی میخوای به عنوان یک خواننده فارسی؟ بله بله. به کارت به صورت حرفه‌ای ادامه بدی؟ بله 100%. حالا یه سوال دیگه. باش. قبول می‌کنی؟ قبول می‌کنم. خب یه نکته‌ای که اینجا ذهن منو خیلی مشغول کرده اینه که تو مسلماً زمانی که می‌خواستی کار موسیقی رو انجام بدی و می‌خواستی بری خواننده ایرانی بشی، خواننده فارسی بشی، این نکته رو می‌دونستی که ما به علت نداشتن کپی رایت، خب موسیقی کشورمون زیاد محل درآمد نیست. یعنی پول کسی در نمیاره از توش. چون کسی آلبوم نمی‌خره، ترک نمی‌خره، موزیک به هر حال به صورت غیرقانونی و کپی شده در دسترس همه هست. ولی تو میتونی اگر آلمانی بخونی یا انگلیسی بخونی به عنوان یه خواننده، حالا نه در حد خیلی حرفه‌ای، در حد متوسط میتونی پول در بیاری. بله. چی شد تصمیم گرفتی بری خواننده ایرانی بشی؟ چرا تصمیم گرفتی این راهو ادامه بدی؟ ببین سینا جان، من فقط خواننده که نیستم، من یه سال پیش دانشگاهمو تموم کردم، 3 سال دانشگاه رفتم و بالاخره یک رشته خوندم که میتونم باهاش پول در بیارم. چه رشته‌ای؟ من بیزنس منیجمنت برای هلث کیر خوندم، یعنی برای بیمارستان. خودت دوست داشتی اینو بخونی یا مامانت گفته اینو بخون بعدا اگه خواستی برو خوانندگی هم بکن؟ گفتش چیزی تو جیبت داشته باش. خب ولی راست میگه. نه راست میگه، آدم بالاخره اتهام به اون چه رسیدی پس؟ آره بالاخره همه چیز رو سر وقت تمام کردم، الان 24 سالم هستش و میتونم این کاری که الان دوست دارم انجام بدم و میدونم، ولی یک چیزی تو جیبم هستش که میتونم باهاش پول در بیارم. و پس اینو به عنوان تفنن یا هابی میخوای ادامه بدی؟ نه دوست دارم حرفه‌ای ادامه بدم خوانندگی رو. خب و میدونم هم خیلی سخته تو موسیقی ایرانی این کار آدم انجام بده، و ولی من فقط خوندن نیستش، یک چیزی برام خیلی مهم هست، اینه که من با این فارسی خوندنم من خیلی به وطنم نزدیکتر شدم، من خیلی به فرهنگ ایرانی نزدیکتر شدم و این حسیه که به من هیچ موسیقی نمیتونه بده به جز موسیقی ایرانی. بله. موسیقی که به زبان بله. مادریت هست، به زبان بله. فارسی. دقیقاً. و من خیلی دوست دارم این کار رو ادامه بدم و سعیمو میکنم، میدونم چقدر با همه مشکلات که هستش، ولی بازم سعی میکنم این کار رو انجام بدم. خب این که تکلیف این قضیه که یکی اینکه اصلا فکرشو نمیکردی که کار به اینجا برسه. بله. وقتی داشتی از در خونه میومدی بیرون که بری توی مسابقه استعدادت کشف بشه. دقیقا. بعد از اینکه رفتی اونجا کشفت کردن و فهمیدن چقدر استعداد داری، که واقعا هم داری. مرسی. بعدن چی شد؟ یعنی وقتی که تماس گرفتن، چون من خودم به هر حال در جریان این پروژه بودم و یکی از پیشنهادهای من تو بود به عنوان بازیگر نقش اصلی. دقیقاً تو گفتی؟ من گفتم و عجب اشتباهی کردم. واقعا خودم کردم. دختر لهجه دار آوردش تو این برنامه. وای من آخه مشکلی با لهجه نداشتم، من فکر می‌کردم برای همه مردم ایران، هر کدوم، هر قسمتی، هر شهری، هر استانی لهجه مربوط به خودشو داره. دقیقاً همینطور هم هستش و هیچ مشکلی نداره. نمیدونستم اینقدر مسئله جدی میشه. من میدونستم دیگه مردم سعی میکنن ایراد بگیرن دیگه، هر چیزی که میبینن و میفهمن اینا سعی میکنن ایراد بگیرن، آدمو خرد کنن دیگه. همینه فکر کنم. فقط نه، به لهجه اینجوری نیست. البته اینجوری نیست، همه هم اینجوری نیستن. به هر حال یه عده همیشه مخالفن هر اتفاقی آره بیفته، هر چیزی. دقیقاً یه عده مخالفن، یه عده موافق. معمولا مخالفم کمتر از موافقان، ولی خب یه مقدار دردش بیشتره. ولی اینا که منو دوست دارن همینطوری منو دوست دارن و با لهجه هم دوست دارن. دقیقاً. اونا که دوست دارن دوست دارن، اونایی هم که دوست ندارن دوست ندارن. یعنی چیز پیچیده نیست. بماش. آره. ولی تو برای اونایی که دوستت دارن و تو دوستشون داری باید کار بکنی، انرژی بذاری. دقیقاً. به هدفت برسی. بله. خب وقتی تماس گرفتن باهات گفتن که ندا جان ما تو رو انتخاب کردیم برای این نقش، اینم سریاله، عکس العمل چی بود؟ خندیدم اول. و بعد؟ بعد خوشحال شدم. اول خندیدی و بعد خوشحال شدی و بعد شاد شدی لابد. و بعد خرسند. اصلا واقعا نه، اصلا باورم نمیشد که من توی برنامه سریال ایرانی
رول شیرین رو یعنی دارم بازی میکنم. برنگشتی بگی من بازیگر نیستم، بازیگری بلد نیستم، همین... آقا به چرا... من چه کار دارین؟ چرا همین هم هستش؟ من نه این میدونم همین هستش. میخوام ببینم تو گفتی یا گفتی بله حتما حتما تمنا میکنم بازی میکنم. بازی به قد کردی؟ من راستش من واقعا این فکر رو نکردم که من بازیگر نیستم. واقعا این فکر رو نکردم چون ما عادت داریم مثلا اگه احیانا همین الان یکی بهم بگه که سینا جان یه بیمارستان این بغل هستش یه عمل جراحی قلب در این محبت کن. بله بله حتما الان من میام. نمیگم آقا من بلد نیستم. نه ببین ببین پرفورمنس که روی صحنه داری اونم یه مقدار چیه؟ یه مقدار، یه مقدار، ولی یه مقدار اونم هنرپیشه هستش دیگه. خانم گوگوش همیشه میگفت من اکت تو دوست دارم. خب دیگه اونجا فکر کردم واقعا اکتم شاید نباشه. اصلا اونجا دیگه فکر کردم شاید بد نباشه و اینا. گفتم خب حالا گفتی حتما من مریل استریپ. آره حتما 100%. آره جولیا رابرت اینطوری هم نگو. نه ولی چجوری بگم پر؟ خب بالاخره دیگه واقعا این فکر رو نمی‌کردم که من بازیگر حالا نیستم. گفتم خب حالا حتما هستم. یه خب. فکر کردم یک شانس بزرگی هستش و الان بگم نه چون من بازیگر نیستم خب شاید یکی دیگه بعد میاد اونجا وای میسته. خب اون که 100 درصد. خب هم دیگه نخواستی فرصت رو از دست بدی؟ نه گفتم من این شانس رو بعد حتما این شانس بعد نترسیدی که خب من چه جوری می‌خوام این کارو انجام بدم؟ خب من با کارگردان حرف زدم اول. خب و البته من اینا رو میدونم و همه رو فقط دارم من باب اطلاع شما دوستان و عزیزان ازش میپرسم و دارم ازش اعتراف میگیرم. نه و با کارگردان که حرف زدم واقعا از بعد از این باهاش صحبت کردم گفتم خب من این کار رو انجام میدم و البته من باب اطلاع شما دوستان بگم که کارگردان بعد از این سریال خودکشی کرد. اذیتش نکن. بعد نه و اون که صحبت کردم و تعریف کرد بهم داستان و اینا دیدم که درباره خواننده تو ایران هستش که نمیتونه اونجا خوانندگی رو انجام بده. فکر کردم این رول واقعا به من بخوره و بتونم شاید انجامش بدم. و به نظر من هم کار تو خیلی ممنون. مرسی. نه واقعا نه به نظر من واقعا کار تو خوبه. خب دیگه همه چیز اولش دیگه سخته دیگه همینطوری آدم بهتر میشه دیگه واردتر میشه. البته چون من میگم گزارش روزانه رو میگرفتم کارگردان میدونم که تقریبا روزگارش سیاه شده بود بعد اومده بود جلو چشش به خاطر اینکه تمام دیالوگ های تو رو باید صبح به صبح پا میشد یک خط یک خط یک خط. خودش تعریف کرد اینو متاسفانه. اوکی نه دیگه به لاتین بعد می نوشتن دیگه برام. بعضی موقع اصلا نمی نوشتن دیگه گفتن ندا این اتفاق الان می افته اینو بگو 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 دقیقا بگویه. چقدر من اینجا عذیت می شم مامی. خب من حالا جدا از قضایا و بلاها و مشکلاتی که سر ضبط این سریال داشتید با کی راحت‌تر بودی روی صحنه؟ از هنرپیشا؟ از هر کی که دلت میخواه. حالا یه احیانم با کسی هم خیلی راحت بودی اینجا نمیخواد بگی ولی کل نه من راستش بگم با همه راحت بودم و ولی تجربه خیلی خوبی با نیاز و سروش داشتم چون هر دوتاشون هنرپیشه حرفه‌ای هستن. سروش که بیشتر تو مارکت کانادایی آمریکایی هستش و نیازم که خیلی هم میشناسنش بازیگر قدیمی. بله بله. بعد خیلی از هر دوتاشون میتونستم همونجا که بودیم صحنه ها رو میگرفتیم خیلی یاد بگیرم ازشون و خیلی تجربه خوبی بودش با دوتا آدم های حرفی کار بکنم. کار بکنی. خب خیلی خوبه. تجربات همینجا نگه دار. یه سر میریم اتاق فرما. باش. برمیگردیم در خدمت باش. حضرت عالی هستیم. همینجا در خدمت شما دوستان و بعد این کسایی که خب ما در خدمت ندا خانم هستیم. ندا خانم عزیز هنرمند با استعداد اون در زمینه موسیقی و بازیگری. بله بسیار هم زیبا. سخت‌ترین نقشی که توی سریال داشتی بازی میکردی یه دیگه نقشی که خیلی اذیت شدی برای اینکه بتونی درش بیاری کدوم قسمت برنامه بود؟ کدوم قسمت سریال بود؟ اگر قسمت‌های مثلا پخش نشده است بگو که من نذارم بگی. بگو من
من نمیدونم بعد چی بگم. خب بگو، تعریف کن، بگو کدوم نقشت واقعا، کدوم بخش سریال برات سخت‌تر بود؟ اشکال نداره. اولاش دیگه خیلی سخت بود برام، که هنوز بالاخره تجربه رو نداشتم، بعد نمیدونستم بعد چی کار بکنم. الان جلوی دوربین اینا میگفتن نه تو الان ناراحتی، باید گریه بکنی، از سهر جدا شدی، گو. دوست داری بازم کار بازیگری رو ادامه بدی؟ آره. خیلی دوست دارم این کار رو ادامه بدم، چون علاقه پیدا کردم، ولی دوست دارم خوانندگی رو ادامه بدم، یعنی دوتاشو انجام بدم. میخوای یه گوگوش دوم باشی دیگه؟ نه، هیچ کس گوگوش نمیشه، گوگوش تکه. من میخوام، منم یه جورایی میخوام تک باشم دیگه تو کارام. دل فروهر چی؟ نمیخوای دل فروهر باشی؟ فقط یک آهنگ میتونم ازش بخونم. بخون ببینم. مثل شمیم جنگلایی، مثل سکوت برکه هایی. این تو آکادمی خونده بودم. خیلی قشنگه. خیلی خوبم. آره. میخونیم. البته لیلا یکی از بهترین خواننده های ماست و بازیگر بسیار خوبی هم میدونم بوده. حالا الان که دیگه کار بازیگری نمیکنه. بله. کار موسیقی رو چجوری داری ادامه میدی؟ کار موسیقی من خودم یک آهنگی که ضبط کردم. یه آهنگ یا یه آلبوم؟ یه آهنگ. یه دونه آهنگ ضبط کردی؟ خب پولشو کی بده؟ پول مگه لازم داری؟ خب بالاخره یک هزینه لازمی هست که آدم. تو گفتی آخه یه چیزی تو جیبم پول از اون در میارم. خب ولی بعد زندگی هم که بکنم، خونه زندگی چی؟ خیلی شرایط سخته پس. خب پس ببین. خب اگه یکی هستش من دوست داره سپورت کنه؟ اگر سرمد واقعی هست. اگه سرمد واقعی هست که دوچار ضربه مغزی شده میتونه. چه خوب من میخندم نه؟ آره واقعا خیلی با جنبه‌ای و من اینشو دوست دارم واقعا. ولی خوشبختانه برنامه‌ات رو دیدم، میدونم چه جور آدمی هستم. آره آره میدونم. آره خب خدا رو شکر. آمادگی داده بودم. آمادگی داشتم. مامانم گفتش نگاه کن نه الان سینا اینو میگه، تو باید اینطوری باش، مواظب باشی ها، مواظب باشی چی بگی ها، خیلی شیطونه. مامانم شیطونم گفتش نه ولی خیلی باش. خب خوب پیش زمینه رو بهت داده بودن. آره خیلی خوب. برای همین هم اینقدر موفقیت ها میزنن توی آره کارگردانم گفتم صبح بهم زنگ زد گفت ندا من الان با سینا صحبت کردم، مواظب باشی این و این و این. یعنی ما اگر اینقدر در زمینه های دیگه زندگیمون پیش زمینه به همون میدادن و آمادگی به همون میدادن، ما الان قهرمان المپیک بودیم در زمینه ورزشی، تو فوتبال قهرمان جام جهانی بودیم و در بقیه رشته های مختلف هم حرف اول رو در تمامی ممالک میزدیم. ولی خب برای یه همچین مسئله اینقدر به تو پیش زمینه و همیاری رسوندن، من واقعا از همه تشکر میکنم. منم همینطور خیلی ممنون. مرسی. و دست یکی یک شماها رو میفشارم. بله. و خیلی خوبه. آره. یه آهنگ تو سریال البته من شنیده بودم، حتما خب جای دیگه هم خوندی، آهنگ مهستی خدا بیامرز هست. من اون آهنگو خیلی دوست دارم. برامون یه بار زمزمه کن، چون فرم زمزمه کردنت خیلی قشنگه. نه من که بهتر ادا کنم. خودت نمیخوای بخونی؟ من والا هر بار که اومدم بخونم خب خیلی خیلی برخورد ها مثبت بوده. آره بله. نمیخوام که آره. آره. چون میدونی که ما کامنت های مختلف رو که حتما خوندی. بله. من دلم نمیخواد شرایط رو بشه. باشه بس من میکنم. تو بخ. اون که دنبال منه، اون که قلبم رو میخواد، با تب عشق اومده قلب پاکم رو میخواد، این دل منتظره مهربونم رو میخواد، اون میخواد واسه یه عمر محرم دلم بشه، منو دلداری بده صاحب دلم بشه، صاحب اختیار من مالک دلم بشه، من اونو همیشه مثل یه جون میخواستم، یه مونس یه همدم یه همزبون میخواستم. خیلی خوب میکنی باری که علاقه دارم. حالا اینه واسه کدومشون خوندی؟ واسه سرمد یا واسه یه راستشو بگو؟ نمیگم. نه بگو. نمیگم. نازی هم دارم. خود بیننده ها حتما میفهمن. اونا فهمیدن؟ بله. 100%. ما هم که اگه نفهمیدیم تقصیر خودمون. بله. دیگه من همه چیزی که نباید توضیح بدم. دقیقاً. دقیقاً. حالا یه نکته ای. خب. هی میخوام بگم، هی نگفتم. هی اومدم بگم، نگفتم. این عینک چیه بالای سرت آخه؟ نصف شبی. خب اینجا نورش خیلی زیاده. گفتم این عینک رو بذارم. گفتم شاید چون یکی از نکات خیلی حائز اهمیت، یعنی مهم.
فهمیدم. آره، در زمینه خوانندگی داشتن عینک آفتابی توی فضای بسته، یعنی محیط بسته و شبه. چرا؟ ما اینجا داشتیم خوانندهایی که اومدن مثلا عینک رو از چشمشون بر نداشتن و مثل من این بلک رو دیده بودی؟ مردان سیاه پیش. آره آره، عینک بچه گفتم شاید اگر تو هم گذاشتی احتمالا دلیلش تو سری بزنم عینک رو بهتره؟ عینک تو بذار کلن ببینیم بیشتر خواننده میشه یا نه. بیم خواننده حالا میشیم یا نه. مورم بده عقب که به میکروفونت نخوره. اون بره اون بر. آره. ببینم الان به نظر من توی خواننده کامل و حرفه‌ای هستی. الان به نظر من میتونی شروع کنی به آلبوم دادن. آره، چون مسلما اسپانسرم پیدا میشه با این وضعیت. با این عینکو حالا با همین عینک یا آهنگ دیگه بخون برامون. چی بخونم؟ انگلیسی بخونم؟ انگلیسی بخون، انگلیسی بشنوی. چی بخونم؟ چی دوست داری؟ من نمیشناسی هیچی. به سلیقه خودت بخون. رولینگ این دیپ رو بخون. رولینگ این دیپ؟ یه دیگرم باید بوق بذاریم فکر کنم. بوق باید؟ تمام بذاریم کنم. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, is bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your shit bare. See how I leave with every piece of you. Gonna underestimate the things that I will do. We could have had it all. Rolling in the deep, you have my heart inside in your hand, but you played it to the beat. با اینکه خیلی خوبه. آره. خیلی احساس خوانندگی میکنم. من میگم به تاثیر داره. واو، همینطوری بعد هر روز دیگه با این راه. اصلا اینکه از چشمت بر ندار. اگر تا الان موفق نشده بودی در زمینه موسیقی دلش همین اینک بود. آره. خیلی نزدی. خواهش میکنم ازم. ببین من اینجا نشستم که به دیگران توصیه های لازم برای موفقیت رو بکنم. اصلا واو. حالا یه کار سخت میخوام ازت بکنم. واسه اینو بردارم عرق کردم. واقعا. آره. که خیلی بده. بذار واسه ندا باشم. یا آهنگ رو هم میتونی، یا آهنگ فارسی رو. ها. مثلا همین آهنگ من هستی رو میتونی به آلمانی بخونی؟ با همین ریتم؟ اوه ناین. نمیشه. نمیشه؟ فکر نکنم. یا آهنگ دیگه، حالا هر آهنگی میخوام ببینم چقدر توانایی رو داری که با عوض کردنه. من با سرمت یک آهنگ آلمانی میخوندم همیشه، براش همیشه پشت صحنه میخوندم، بعد اونم فقط پیش من نشست. خیلی روابط نزدیکی داشتین فکر میکنم. من خیلی دوست داشتم همه رو اذیت بکنم. و الان افتادی دست من و من دارم اذیت بکنم. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollaro. Hol, aslan nada. Was brauche ich rote Rosen? Was brauche ich roten Mohn? Hollari, hollari, hollaro. Und wenn ein grüner Stich das ungezogen sticht, dann hole ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. فهمیدم چیه قضیه. داری میگی هالداری، هالداری، هالداری. یه کاکتوس داشتم. اگه هوله داری بردار بیار که خوشگل. خیلی داستان جالب داشت. دقیقاً همینه. ما بازی داریم با مهمونامون. خب اون چی شد؟ تو بازی چی؟ قدم ناز داره. من یاد بچهای دفترمون میندازه به خدا. خیلی هم خوبن بچهای دفترتون. هستن عالی. آره. من عاشق همشونم. بعد حرف نزنی آقا ازشون. نه. میترکونم تو. خیلی خوب. بریم سراغ بازی برنامه با ندا جان. ببینیم چند مرده حلاج در زمین بازی کردن. خوانندگی رو که نشون داد. بازیگری هم که نشون داده. اما بازی کردن. ببینیم چیکار میکنه. اون که دنبال چیزه. بله، داشتم عرض میکردم خدمتتون که تا هم که این وسط واسه خود داشتی غیر میداری میرخصیدی. خب صداتو دوست دارم. قشنگه ها؟ خیلی قشنگه. اون که دنبال منه. داشتم حال میکردم. جدی؟ آره. این مسابقه رو ما برای اولین باره داریم اجرا میکنیم. به افتخار تو عزیزم. بله. به افتخار تو. به افتخار من. حالا چه جوریه؟ خب. اینا توش وایتکس ریختیم. آها. خب. نمیشتی دست درد. میخوریم. خب. اولم تو پنج شوتو بخور ببینم چی. من آلمانی ام بابا، هیچ کار نمیشه. جدی؟ نمیدونستم. من بادمجون بم رو شنیده بودم که آفت نداره، نمیدونستم آلمانیش خیلی بهتره. اوزاش میگن خارجی همه چیشون بهتره.
بادمجون آلمانی تهیه کنید از اون به بعد. خیلی خوبه، از بم بهتر. اینا توش آبه، هیچی دیگه هم نیست، بدون دخالت دست. میخوریم، هر کی زودتر تونست تموم بکنه، نه اینکه بخوره، نه آبه واقعا، نترس. لیوانو میذاریم اینجا، این لبه میز، خب همینجوری که هست میزنیم لیوان بر، بعد بگرده از اون بر وایسه. خب متوجه شدی؟ باش. یا قلم به سلمه بود؟ فهمیدم. خیر. و و بازنده چی کار میکنه؟ خودت یه جریمه واسه بازنده در نظر بگیر. جریمه؟ جریمه واسه چی؟ واسه اینکه ببازه دیگه. آها، ببازه. بعد یک آهنگ بخونه. خیلی داری به خودت سخت میگیری، نکنه اینجوری خون دماغ میشینه. بلکه میدونم شما میوازین، برای همین قرار من بخونم. آره. همون یه آهنگ میخونیم، همون یه آهنگ میخونیم. منم دفعه اول دارم بازی میکنم. حتما. نه به خدا دفعه اول دارم بازی میکنم، هم بیننده ها شاهدن، هم بچه‌ای که اینجا هست همه. من به خدا دفعه اوله. خب. دفعه اوله، قبول کن. حتی تا حالا همینجوری امتحانی هم بازی نکردم. خب حالا میبینیم دیگه. حالا 3 2 1 خندم آب کردین. این تو خیلی آب ریخت. بخور دیگه تا. شد. کجا شد؟ بگو. بچه‌ها در دستشویی رو واکنید لطفا. من بعد از تموم کردن این مسابقه باید برم سری دست. خیلی آب ریختی تو. از اون بعد تا جدی آفت قربون بودی تا آلمانی برم. خب چرا نمیگی به من؟ فرقی نمیکنه، تو حالا از هر دو طرف داره نزدی. این وایساد ولی داشت میفته. خلاقیت بیشتری بزن. من فکر میکنم به بچه های گروه تولید اگر وای تکس تو این ریخته بودین سریعتر اینجوری آب میخورد. آب بود دیگه، بخور. ریخت، همش ریخت. خب باختی. یا آهنگ دیگه برام بخون که ازت خودم ندارم. اینقدر تاثیر من بیرون گذاشت. بس دیگه چی بخونم؟ بخون یه چیز دیگه، بخون که باش خدافظی کنم. یا آهنگ مربوط به خدافظی بخون. خدافظی؟ بب من برام دستشویی بخون. تو نه تنها این 5 لیوان خودم خوردم، یه لیوان شما رو ششمی رو تموم کردم. قنچه بیارید لاله بکارین، خنده برارین میره به هجل شادومات.
بله به رونه گل می تکونه، دست به دست دونه بدونه شادومان. چه قشنگه موی بافتش، چه بلند تا درو، چه قشنگه شخوشنگه همه رنگ مثل تابوس، خوش بالت شادومان. خیلی لطف کردی، قربونت برم، خیلی حال کردیم، خل بازی خیلی در آوردی. صدق معقول. ولی یکی از فکر میکنم باحال‌ترین مصاحبه هایی بود که تو عمرت انجام دادی. عمر خودت بابا. و عمر ما. خیلی خوب بود. مرسی که اومدی. مرسی، خیلی ممنون. دوستان عزیز، من همچنان در خدمت شما هستم. ندا رو داریم بدرقه میکنیم که بره یه استراحتی بکنه، برای 5 تا لیوان آب و نمکش بخوره و همه رو ریخ رو میز. کجا میری؟ دستشویی. تو نرفتی. خدافظ. دستشویی مردم زمین داریم. خواهش میکنم. خواهش میکنم، مسائل دیگه. اما برای بخش جالبی جات یه چیز جالب پیدا کردم، یعنی یه ویدیو پیدا کردم، خیلی جالبه، خیلی جالبه. با ماشینای اسباب بازی و کارتون و مقوا و دیگه نمیدونم همین چیز میزای دم دست، با دو تا دوربین، حالا یه خوردم خلاقیت، یه صحنه اکشن چند نفر آدم درست کردن. یعنی چی بگم، یعنی در حد فیلم سینماییه. ببینید خودتون، خیلی جالبه. Down speed. Down speed. And مسابقه ماهانه برنامه چند شنبه، مسابقه که اول ماه اعلام میکنیم، در طول ماه ادامه میدیم، آخر ماه یعنی اول ماه بعدی ما برنده اعلام میکنیم، بهش جایزه میدیم. شما محبت بفرمایید تشریف ببرید رو صفحه فیسبوک بنده سینا ولی‌الا. بله این صفحه رو میبینید، بله همینجا این عکس رو میبینی، این عکس رو من نذاشتم باش که بازی کنید، که اینو گذاشتم جواب مسابقه رو بدید. یه لایک بزن همین الان، آفرین. بعد جوابو ببین، این عکس یکیه، تو بعد حس بزنی کیه، بعد بزنی که اصلا کلن این آقا چیه، ماجراش چیه، این برنامه چیه، اصلا چه ربطی داره به قضیه. جواب رو میدی، بعد چه ار میکنی، یکی از این ستا رو انجام ندی اسمت نمیره توی لیست. یعنی هر ستا رو باید با هم انجام بدی. باریکلا، امیدوارم که متوجه شده باشید، هرچند که مطمئن نیستم، ولی قربون همه تون برم چون دوستتون دارم. اینی که هست، ما اینجوری، ما همه رو دوست داریم. حالا هی شما بگو نه، من بگم آره، ما بگم آره، ما بگو بگو. به پایان برنامه این هفته رسیدیم، امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و هشتگ چندشنبه، هشتگ چندشنبه، هشتگ سینا ویلش و هشتگ فارسیوان هم در خدمت شماست دیگه. فارسیوان تیوی، البته آقای کارگردان میگن هشتگ فارسیوان تیوی، بچه که استفاده میکنه چه فرق میکنه بگید. برای این زیر هست، اگه احیانا مد نظرتون بود خواستین استفاده بکنید، خدایی نکرده زبونم رو خواستین استفاده بکنید، زیره این زیر، منظورم اینجاست نه جایی. قربان شما خدا.
حرف نداره. حالا سینا چند شنبه ها شوخی داره با شماها.